درود بر شما، بامداد نکو باشه. بامداد روز چهارشنبه 15 شهریور 6 سپتامبرتون نکو باشه. امروز اربعین حسینی تعطیله. امیدوارم که هر جا هستید سلامت باشید. اگر پی سفرین، تفریحین، مشغول عزاداری هستید، هر کاری که میکنید براتون آرزوی سلامت دارم، چه سلامت فیزیکی چه سلامت روحی. اینو هرگز یادمون نره که هر آن چیزی که در مغز ما میگذره اصل زندگیه. یعنی این سیستم پردازنده است که حال ما رو خوب و بد میکنه. طرف تو لامبورگینی نشسته حالش بده، طرف تو پراید نشسته حالش خوبه. نه اینکه پراید بد باشه، وقتی 206 مملکت با لند کروزر فرقی نداره، پراید هم چه کم داره از 206 ها. نه خلاصه براتون روزی خوب، آخر هفته خوب آرزو دارم. خیلی ها از الان رفتن سفر. امروز 15 شهریور تولد خاصی در جریان نیست. بریم سراغ بخش جذابه در چنین روزی. دقیقا در چنین روزی 6 سپتامبر سال 2008 گوگل ماهواره با کیفیت GOI.1 رو به فضا پرتاب کرد. ماهواره‌ای که به لطف اون تونست تصاویر فوق‌العاده از سطح زمین داشته باشه، اون رو در گوگل مپس استفاده کنه، اون رو در گوگل ارث استفاده بکنه و عملکرد فوق‌العاده از آنچه که در زمین میگذره داشته باشه. حالا نکته جالب اینجاست که نسخه با کیفیتش در اختیار ارتش آمریکاست. نسخه بی کیفیتش به صورت تجاری داره استفاده میشه. یعنی ارتش آمریکا گفته غلط کردین، حق ندارین نسخه با کیفیتش رو در اختیار مردم قرار بدین. مال منه با کیفیتش. بریم سراغ خبر اصلی. اخبار اصلی در اصل. طبق شایعه‌ای که در شبکه اجتماعی چینی ویبو منتشر شده، میگن که آیفون 16 اولترای سال آینده مجهز میشه به قابلیت عکس برداری و فیلم برداری اسپشال یا همون فضایی، چیزی که در اپل ویژن پرو دیدیم، با استفاده از سیستم لایدار و لنز ها به تصویر برداری سه بعدی میپردازه. مثلا من از این جسم فیلم میگیرم و بعد میتونم تو تصویر در حینی که دارم تماشا میکنم دور سوژه بچرخم. بعد از ضبط ها، یعنی یک دوربین فضایی به ما میده، یک دوربین ویرچوال به ما میده در فضای این تصویر بچرخیم. جذاب نیست؟ هست. اپل از الان برای 6 روز آینده چیز لایو استریمش رو فعال کرده. اینکه 6 روز دیگه ساعت 8:30 شب ما مراسممون آغاز میشه. پای گیرنده های خودتون بشینید، یک رویداد خیلی جذاب رو میخوایم با هم. گوگل برای اندروید 14 داره یک فضای خیلی داینامیک تر و پویاتری ایجاد میکنه. امسال تمرکزشون بر روی ویجت ها هستن. ویجت ها بسیار کارآمدتر، قابل شخصی سازی تر، استایل و رنگ پردازی ایناشون که خیلی متنوع تر شده. قالباشون، فرمشون، آیکان ها رو میتونید همینطوری که میبینید ظاهرها خیلی متفاوت شده. در کنار اون سعی کردن لوگوی خود اندروید هم در کنار تمام امکاناتی که بهتون میده رو خیلی پویاترش بکنه. الان یه قابلیتی بهش اضافه شده در بخش اندروید آتو که مربوط به اینفوتیمنت خودروها هست. اگر سیستم اندروید رو پشتیبانی بکنه، گوشیتونی که وصل بکنید مستقیم میتونید پاسخ پیام‌های میتینگ زوم رو بدید. یعنی پیام‌های کاریتون هم تو ماشینتون میتونید داشته باشید و یک عالمه کار باحال دیگه. مثلا سیستم دستیار هوشمندش هوشمندتر شده با هوش مصنوعی. الان میتونید ازش سوال بپرسید، اون جواب میده. دایره سوال ها خیلی زیاد شده، شیوه سوال پرسیدن ها خیلی پیچیده تر شده. یعنی شما هر جوری دوست دارید ازش بپرسید و اونطوری که نیاز داری جواب دریافت میکنید. سونی یه دوربین بیرون داده، $2,950 قیمتشه. آینه نداره، باتری نمیخوره، از طریق شارژ مستقیم کار میکنه. برای اتصال به درون بفرستیش تو هوا باهاش عکس برداری کنی. 61 مگاپیکسلیه، فول فریم 4K 60 پیکسل 4K 60 فریم بر هر ثانیه میگیره یا FPS. و مدل دستگاه هم ILX LR1 هست. ایمانت یعنی فول فریم و همین دیگه، چیز خفنیه.
حالا شما در شورتس یوتیوب میتونید ویدیوهای دیگری رو به شورتتون لینک کنید. یعنی اینطوری که یه ویدیو طولانی داری میبینی حیفه این تو پلتفرم شورت نباشه، میای نسخه شورتش هم میسازی، بعد زمانی که ویدیو رو اجرای میکنی یه لینک داخلش میبینی، اون لینک رو کلیک بکنی میری ویدیو اصلیش رو میبینی. جالبه نه؟ اگر اندروید تیوی دارید و اپلیکیشن گوگل پلی موویز اند تیوی رو در اندروید تیوی تون استفاده میکنید در جریان باشید، از مهر ماه این اپلیکیشن حذف میشه، دیگه گوگل توی تلویزیون ازش استفاده نمیکنه. شایعاتی هست که جی تی ای 6 در زمان عرضه قیمت 150 دلاری داشته باشه، یعنی چیزی حدود 7 میلیون و نیم 8 میلیون تومان قیمتش باشه زمانی که بیاد تو بازار. قطعا روز اولش تا 10 میلیون تومان هم میره. چقدر خفن، چقدر خفن یوتیوب شورت محتواش به بخش اپلیکیشن گوگل میاد و در بخش The Play Report ویدیوهای شما رو منتشر میکنه و این میدونی چه خوبی داره؟ این یعنی اینی که ماهایی که مثلا حوزه تکنولوژی فعالیت میکنیم، اگر شما اپلیکیشن گوگل استفاده بکنید و محتوای تکنولوژی رو دنبال کنید، احتمالش هست شورتس های ما رو ببینید و اونایی که بچه‌ای که دنبال سرگرمیان شورتس های سرگرمی ببینن. پورشه 918 اسپایدر دستساز ایرانی پدیده جذاب نمایشگاه خودرو مشهد. اوهو، LG کیفی بیرون داده بازش میکنی یه نمایشگر 32 اینچی توشه که میتونی صفحه‌شو بچرخونی. واقعا چیز مسخره ایه. نایس. خب تصاویرشو با هم ببینیم. اوه بی خیال، دستسازه. سو کول. دو برادر اهل مشهد با نامهای مجید و وحید صادقی این پورشه را ساختند. تکمیل این پروژه 7 سال زمان برده و 300 میلیون تومان برای اونا هزینه داشته. موتور و گیربکس نیسان ماکسیما داخل این دستگاه به کار رفته و پیشرانش همینه. بدنه از جنس فایبر گلاسه و بجز صندلی ها، پیشرانه و رینگ ها، مابقی ساخت دست خودشونه. بابا ماشاءالله. اوه، 3 میلیارد کاربر اندرویدی وجود داره و به همین دلیل لوگوشو تغییر داده. چقدر جذاب. دقت کردید اخیراً با فیلتر شکن نمیتونید وارد سایت های ایرانی بشین؟ به خاطر اینی که یک حالتی رو فعال کردم رو سایت ها به نام ایران اکسس. شما خارج از ایران باشه تحت هیچ شرایطی نمیتونید وارد سایت ایرانی بشین، مگر اینکه استفاده از درگاه های وی تو ری که سرور ایرانی باشه، یعنی از طریق اینترنت جهانی، از طریق یه درگاه بیای تو سرورهای ایرانی، انگاری از ایران داری کانکت میشی به این سایت ها. حالا انجمن تجارت الکترونیک تهران خواستار حذف این قابلیت برای 100 تا سایت برتر ایران شده که میگه بابا همین الانش هم محتوای اینترنتی ایران تو انزواست، این کار بیشتر نکنیم، بدترش نکنیم. برند مورد علاقه شما چیه؟ سامسونگ، وان پلاس، گوگل، ناثینگ، اپل. من اول اپل، دوم گوگل، سوم سامسونگ، چهارم ناثینگ، پنجم وان پلاس. اوه 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 اوه، بین کشیدن سیگار و ویپ ارتباطی هست با بروز مشکلات چشمی. آخ 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 آخ، اینجا رو داشته باشید. مثل یه فاجعه رخ بده. رونالدو، نیمار، بنزما و دیگر ستاره های لیگ عربستان برای بازی با تیم کشور، تیم های کشور ما قرار است به ایران بیاید. به جز سکوهای تخریب شده آزادی و نبود VAR که به لطف AFC قرار است موقتاً فراهم شود، یک مشکل بزرگ دیگه هم پذیرای این بازیکنان هست، نبودن VPN. وای، فکر کن میان گوگل پلی ندارن، یوتیوب ندارن، اینستاگرام ندارن، فیسبوک ندارن،
نمیتونن از طریق واتساپ با خانواده‌هاشون در ارتباط باشن. وای چی کار میخوام بکنم؟ چه فاجعه ای؟ تصویر رو خیلی بامزه است این اتفاق. اوه 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 این ماجرای اون استقلال چین در تولید چیپسته. چین 40 میلیارد دلار روی صنعت تراشش سرمایه گذاری میکنه. حالا قدرت رو از آمریکا توی چیپست بگیره خیلی داستان عجیب میشه. خیلی داستان عجیب میشه. لوگو جدید اندروید رو میبینیم. وپ زشت لوگوش انصافا. اوف دوستان عزیز آیفون 15 اولترا احتمالا این شکلی باشه. جذابه ولی خیلی بوکیه نه؟ خیلی حجیمه. میگه که چرا نقض حریم شخصی کاربران و لو رفتن داده هاشون در ایران بی اهمیته. اولا اینی که فرهنگ سازی نشده که افراد بدونن که چه آثار مخربی داره. در مرحله دوم انقدر این اتفاق افتاده برای افراد عادی شده. ولی به گفته میلاد نوری کارشناس حوزه آیتی میگه که درست پازل های قطعات کوچیکی از اطلاعات ما گاهی لو میرن، ولی وقتی اینها رو کنار پازل های بزرگی میذاری، پازل ها رو زیاد میچینی، تصویر بزرگی از تو رو لو میده و این خطرناکه. این در پی ماجرای تپسی دیگه. تپسی پول یارو نداد، یارو هم گفت که خب من اطلاعاتو میفروشم، اونم عین خیالشون نیست اطلاعات من شما لو بره. اوه 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 رئیس اتحادیه نوشته افزار تهران گفته که حق ندارید لوازم تحریر بفروشید با طرح‌های والت دیزنی و کارتونی. برمای دارا و سارا بذاریم به اون قیافه ترسناکشون. خیلی خب ساعت 7:16 از خبر امروز به پایان میرسه. دمتون گرم که حامی خبر امروز هستید. شروع هفته آینده شروع ترسناکیه، چون مراسم اپلو در پیش رو داریم و این ترسناکه به اندازه کافی. مرسی که حامی من هستی. دوستتون دارم. خداحافظ.